سلام، شب روز شما بخیر. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستین خوب و خوش باشین. به این بخش خبری خوش آمدین. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید احساس فساد اداری در بین مردم زیاد است. به گزارش خبرگزاری فارس، سراج گفته یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور این است که احساس فساد اداری در بین مردم را به حداقل رسانده و با هر گونه فساد برخورد قاطع داشته باشد. نظام جمهوری اسلامی آنطور که احمد توکلی نماینده مجلس گفته دچار فساد سیستماتیک شده و نهادهای مسئول مبارزه با فساد نیز به درجاتی از فساد مبتلا شدند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نیز چند پیش از انحراف مدیران و قضات جمهوری اسلامی با وجود حقوق بالا خبر داده و از این مسئله اظهار تأسف کرده بود. پور محمدی سال 1392 هم گفته بود سوپرمن هم نمیتواند با فساد در سیستم جمهوری اسلامی مبارزه کند. از ایران که سالهاست گروهی از روحانیون و نظامیان بر آن حاکم شدند، به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای جهان نام برده می شود. در حالی که بلا تکلیفی در مورد نرخ‌های جدید بنزین در ایران باعث نگرانی مشتریان و ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه سوخت شده، وزیر نفت ایران گفت که بهای بنزین قطعاً تکنرخی هم نمی شود. خبرگزاری ایسنا گزارش داد بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بنزین تکنرخی نمی شود گفته است قیمت بنزین در سال جدید هنوز نهایی نشده است. این اعلام جدید از سوی بیژن نامدارزنگنه در حالی است که برخی رسانه ها پیش از این از تمایل وزیر نفت به تکنرخی کردن بنزین خبر داده بودند. روزنامه شهروند در شماره روز یکشنبه خود با اشاره به ابهام مردم در خصوص قیمت‌ها نوشته است برخی از وزرا و مسئولان مانند وزیر نفت موافق بنزین تکنرخی هستند، اما برخی از بنزین دونرخی حمایت می‌کنند و اخبار غیررسمی حاکی از آن است که تا اوایل اردیبهشت ماه جاری احتمال اجرا شدن سناریوی دونرخی شدن بنزین در گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها بیشتر از مابقی سناریوها بوده، به طوری که احتمالاً بنزین نیمه یارانه‌ای با نرخ 700 تومان و بنزین آزاد نیز بیش از 1000 و نزدیک به 1200 تومان عرضه خواهد شد. در همین حال خبرگزاری مهر اعلام کرده است از ساعت 24 روز پنجشنبه قیمت بنزین، گازوئیل و سی ان جی رسماً اعلام و در جایگاه‌های سوخت این فرآورده‌های نفت و گاز عملاً با قیمت‌های جدید عرضه خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه درباره قیمت‌های جدید سوخت اینگونه خبر داد که دولت می‌توانست قیمت‌های بالایی برای حامل‌های انرژی تعیین کند، اما به خاطر شرایط تورمی کشور قیمت‌ها با شیب ملایم افزایش می‌یابد که اثر آن بر تورم بسیار کم خواهد بود. با وجود اعلام شیب ملایم افزایش بهای بنزین، گزارش‌ها حاکی از روی آوردن تعداد زیادی از شهروندان به جایگاه‌های سوخت و ذخیره‌سازی بنزین توسط مردم در منازل است. بیژن حاج محمد رضا رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور در این خصوص گفته است در طول چند روز گذشته مردم با تخلیه بنزین در بشکه، بطری‌های آب معدنی و سایر ظروف بارها برای خرید بنزین آزاد به جایگاه‌ها مراجعه کردند. دو خبر مربوط به حمایت علی خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد به دستور دفتر رهبر جمهوری از سایت‌های نزدیک به احمدی نژاد حذف شد. سایت میدان 72 28 فروردین به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود فعالیت‌های سیاسی محمود احمدی نژاد به خواست علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از سر گرفته شده است. این سایت سه روز بعد با حذف این خبر از دفتر علی خامنه‌ای به خاطر انتشار چنین مطلبی عذرخواهی کرد. سایت آیین، دیگر سایت حامی احمدی نژاد، هم دوم اردیبهشت خبر مربوط به ضد ولی فقیه ندانستن احمدی نژاد از سوی آقای خامنه ای را از خروجی خود حذف کرده است. گروهی از تحلیلگران سیاسی محافظه‌کار معتقدند احمدی نژاد و حامیانش خود را برای حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی آماده می کنند. روزنامه کیهان نوشته از منظر علی خامنه‌ای زنها باید در خانه بمانند و به مردها آرامش دهند. این روزنامه نوشت بزرگترین مسئولیت یک زن مسلمان باید آرامش بخشی به اهالی خانه یعنی مرد و فرزندان باشد. از نظر ایشان ایفای این نقش نیازمند آن است که اولا زن خود از آرامش روحی و روانی برخوردار باشد و ثانیا نقش مدیریتی و رهبری زن در خانه توسط مرد و فرزندان به رسمیت شناخته شود.
در همین راستا جعفر صبحانی از مراجع تقلید هم گفته اعمال سیاست‌های کاهش جمعیت نظام اسلامی را با خطر مواجه می‌کند، بنابراین باید برای افزایش جمعیت راهکارهای اساسی اندیشید. خبرگزاری رسمی سوریه سانا در گزارشی از حمایت جمهوری اسلامی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه خبر داد. بر پایه این گزارش علی اکبر ولایتی مشاور عالی خامنه‌ای و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار و گفتگو با عدنان محمود سفیر سوریه در تهران از حمایت ایران از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه خبر داد. ولایتی مدعی شد کسانی که با برگزاری انتخابات در سوریه مخالفت می‌کنند، طرف‌هایی هستند که از تروریسم در این کشور حمایت می‌کنند. با وجود ادامه جنگ داخلی در سوریه، دولت این کشور اعلام کرده است که در تاریخ 3 ژوئن انتخابات ریاست جمهوری را برگزار خواهد کرد. شواهد حاکی از آن است که بشار اسد در این انتخابات که غرب آن را محکوم کرده است، مجدداً بر کرسی ریاست جمهوری خواهد نشست. در ادامه ماجرای مربوط به حمله امنیتی ها به بند زندانیان سیاسی، صادق لاریجانی ضمن بیان اینکه هیچ خلافی در بازرسی ماموران امنیتی از بند 350 این زندان رخ نداده است گفت دستور داده که به شدت با فتنه‌گران برخورد شود. در همین حال موج همراهی فعالان سیاسی و حقوق بشری با زندانیان سیاسی ادامه دارد. در این خصوص ابوالفضل قدیانی از مسن‌ترین زندانیان سیاسی گفته است که در همراهی با برادران مجروح شده‌اش روزه سیاسی خواهد گرفت. وبسایت کلمه گزارش داده است ابوالفضل قدیانی، مسن‌ترین زندانی سیاسی، با صدور بیانیه‌ای نوشته است تهاجم وحشیانه و خونین نیروهای امنیتی و عوامل استبداد دینی به زندانیان مظلوم سیاسی عقیدتی بند 350 اوین و مضروب و مجروح و مصدوم کردن کثیری از آنان حاکی از ترس و وحشت جبهه استبداد از موقعیت متزلزل خود در بین مردم ایران و نیز کینه و انتقام‌جویی از زندانیان سیاسی عقیدتی حق‌گو، مقاوم و سرفراز است. وی افزوده است این حمله بی‌سابقه نشانه ای از ورشکستگی همه جانبه تمامیت خواهان در این روزهاست. این زندانی سیاسی که مکنون در بیمارستان قلب بستری است نوشته است گرچه وظیفه قانونی، اخلاقی و شرعی دستگاه قضایی است که مهاجمان را مورد پیگرد قرار داده و مجازات قانونی را در مورد آنان اعمال کند، اما انتظار از دستگاهی که قربانیان این تهاجم را خود قبلا به قربانگاه آورده انتظاری بیهوده است. از قوه قضاییه‌ای که وابسته به قدرت و مفتخر به فرمانبرداری و کرنش در برابر مراکز قدرت است، نمیتوان انتظار رسیدگی قانونی به این فاجعه و اجرای عدالت را داشت، چرا که انتصاب مسئولان آن اساساً با هدف مأموریتی به نام سرکوب آزادی صورت پذیرفته است. آقای قدیانی در پایان از روحانی خواست که همانطور که در انتخابات وعده داده از حقوق مردم دفاع کند و نسبت به این جنایت موضع‌گیری کند. در رویدادی دیگر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت دستگاه قضایی به خوبی تحرکات را رصد می‌کند و اجازه فتنه‌گری دوباره نخواهد داد. وی افزوده همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلالگران و حامیان آنان به انفعال بیفتد. رئیس قوه قضاییه به کسانی که آنها را فتنه‌گر نامیده گفته اگر قوه قضاییه تاکنون تسامحی از خود نشان داده، از این پس هیچ گونه تسامحی نخواهد داشت. وی همچنین گزارش درباره ضرب و شتم زندانیان بند 350 اوین و پیامدهای آن را فضاسازی و نشر اکاذیب دانسته است. این اظهارات تند و هشدارآمیز لاریجانی در واکنش به انتقاد از عملکرد قوه قضاییه در حادثه پنجشنبه گذشته بند 350 اوین ایراد شده است. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در پی درگیری‌های رخ داده در بند 350 اوین با فشارها و انتقادهای زیادی مواجه شدند و تلاش می‌کنند روایتی متفاوت از آنچه که در این بند رخ داده را به عنوان واقعیت نشان دهند. در همین حال دولت حسن روحانی خبر داده هیئتی را مأمور رسیدگی به حوادث بند 350 زندان اوین کرده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته است رئیس جمهوری در این باره طبق قانون اساسی و هیئت وزیران بر اساس مأموریت و وظایفی که دارند در هیچ یک از مواردی که حقوق شهروندان نادیده گرفته شود یا مخدوش شود سکوت نخواهند کرد. نوبخت تاکید کرده افرادی که زندانی می شوند هم حقوقی دارند
و اینکه طبق قانون مجازات شوند قانونی است، اما حق نداریم هیچ اقدامی خلاف قانون نسبت به آنها انجام دهیم به صرف اینکه آنها زندانی هستند. در حدودی دیگر هم صادق لاریجانی با صدور حکمی غلام حسین اسماعیلی را از سمت ریاست سازمان امور زندانها برکنار و به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب و علی اصغر جهانگیر را به سمت رئیس جدید سازمان زندانها منصوب کرده است. جهانگیری پیشتر رئیس سابق مرکز حفاظت و اطلاعات و بازرس ویژه قوه قضاییه بود که گفته می شود سابقه برخوردهای تند و خشنی در پرونده خود دارد. به نظر می رسد انتصاب آقای اسماعیلی به سمت ریاست کل دادگستری استان تهران در واکنش به انتقادهایی باشد که در چند روز گذشته متوجه عملکرد وی شده است. ترفیع وی پیام مشخصی از سوی قوه قضاییه به زندانیان سیاسی، خانواده‌های آنها و منتقدان عملکرد این قوه به خصوص پس از وقایع بند 350 اوین ارزیابی می شود. در این رابطه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته است اسماعیلی از مدیران خوب دستگاه قضایی است و ریاست دادگستری برای وی ارتقا محسوب می شود. ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان امنیت عربستان گفت لازم است اعضای شورای همکاری خلیج فارس با کسب فناوری هسته‌ای با ایران توازن قدرت داشته باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکی الفیصل در کنفرانس امنیتی در بحرین گفت که این کشورها باید خود را برای هر نوع نتیجه‌ای از مذاکرات جاری هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 آماده کند. الفیصل گفت ما با ایران خصومتی نداریم، اما حفظ امنیت منطقه‌ای نیاز به حفظ موازنه قدرت دارد و هر گونه نقض این موازنه به رهبری ایران امکان سوء استفاده از شکاف‌های موجود برای آسیب زدن به ما را فراهم می‌کند. مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت گزارش‌های زیادی از نقض حقوق بشر در ایران به دست خانم کاترین اشتون رسیده است. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به روزنامه گاردین گفته است که این گزارش‌ها نیاز به رسیدگی دارد. وی همچنین گفت کاترین اشتون گزارش‌های مربوط به زندان اوین را بررسی می‌کند تا به گفته او ماهیت واقعی آن مشخص شود. اما رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به مناسبت 24 آوریل سالروز نسل‌کشی ارامنه در امپراتوری عثمانی با انتشار بیانیه‌ای کشتار ارامنه در امپراتوری عثمانی را تایید کرد و آن را عملی غیر انسانی خواند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار ما از ترکیه مهستان بختیاری. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه آقای رجب طیب اردوغان پیام تسلیتی را خطاب به ارامنه صادر کردند. این پیام در آستانه 24 آوریل سالروز کشتار ارامنه توسط حکومت عثمانی صادر شده. در این پیام که در سایت مرکزی مطبوعات نخست وزیری به 9 زبان زنده دنیا هم برگردان شده، در واقع آقای اردوغان طلب آمرزش میکنه برای کشته شدگان سال 1915 و این روز رو به نوادگان ارامنه تسلیت میگه. همینطور در این پیام آقای اردوغان گفته که برای درک دقیق رویدادهای سال 1915 نیاز به بررسی دقیق تاریخ داریم و وظیفه انسانی و وجدانی حکم میکنه به دور از تبعیضات قومی و مذهبی رنج های اتفاق افتاده در آن سالها رو درک بکنیم و این حق ارامنه از مانند سایر شهروندان عثمانی که خاطره رنج های اتفاق افتاده در آن سالها رو زنده نگه دارن. در پایان این پیام هم آقای اردوغان گفتن نباید رویدادهای سال 1915 به ابزاری برای دشمنی با ترک ها تبدیل بشه. در مورد این پیام مهم و تاریخی آقای اردوغان، آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه هم اظهار نظر کردن و گفتن در واقع پیام نخست وزیر یک پیام دعوت هست و ما امیدواریم پیام با واکنش مثبت روبرو بشه. همینطور آقای داوودوغلو گفتن که همه ما باید از عزت نفس لازم جهت سعیم شدن در غمها برخوردار باشیم. روز 24 آوریل که در تاریخ معاصر از اون به عنوان سال روز کشتار ارامنه یاد میشه توسط حکومت عثمانی، در طی یک سده گذشته همواره محل مناقشه میان ارامنه و دولت‌های مختلف در ترکیه بوده. به ویژه در طی این سالها دولت ارمنستان از بابت این رویداد روابط سردی رو با دولت ترکیه داشته.
اونها معتقدند در فاصله سالهای 1915 تا 1917 بیش از 1.5 میلیون نفر از ارامنه توسط حکومت عثمانی قتل عام شدند، موضوعی که البته از سوی دولت‌ها در ترکیه هرگز پذیرفته نشد و عنوان میشه که این آمار آمار جعلی هستش و تعداد کشته شدگان بسیار کمتر از این آمار هستش. به هر حال در سال روز 24 آوریل و در مصادف با 99مین سالگرد این رویداد، پیام آقای اردوغان یک پیام تاریخی و مهم هستش و باید از این دید به این پیام نگاه کرد. در واقع آقای اردوغان اولین نخست وزیری هستند که چنین رویکردی رو نسبت به این رویداد دارن، هرچند که همین الان در داخل کشور هم از سوی احزاب و شخصیت‌های مخالف این رویکرد متفاوت آقای اردوغان با انتقاد زیادی مواجه شده، ولی به هر حال از این نقطه نظر بسیار مهم هستش و باید همونطور که آقای داوودوغلو هم اشاره کردن ببینیم که این پیام دعوت تا چه اندازه میتونه مثبت باشه و تا چه اندازه این رویکرد متفاوت آقای اردوغان میتونه پایان ببخشه به مناقشات موجود میان ارامنه و ترکیه. بحرین یک روحانی شیعه که نماینده آیات الله سیستانی بود را از این کشور اخراج کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ حسین نجاتی یکی از 31 بحرینی است که 2 سال پیش تابعیت بحرینی آنها به اتهام اقدام علیه امنیت ملی باطل شد. وزارت کشور بحرین نجاتی را به فعالیت‌های ناروشن، جمع‌آوری پول و توزیع آن بدون هماهنگی با مقام‌های مربوطه متهم کرد. وزارت کشور بحرین گفت تنها پس از آشکار شدن این فعالیت‌ها بود که دولت متوجه شد اون نماینده آیت الله سیستانی است. وزارت کشور بحرین گفته فعالیت به عنوان نماینده رسمی نیاز به معرفی نامه و محدوده فعالیت‌های آن نماینده دارد. بر اساس گزارش‌ها شیخ حسین نجاتی ایرانی است و پس از اخراج به لبنان رفته است. سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس اعلام کردند که موافقت کردند دولت وحدت ملی تشکیل دهند. دولت اسرائیل در واکنش به این موضوع جلسه مذاکرات صلح با تشکیلات خودگردان فلسطینی را که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود لغو کرد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا نیز این توافق را مایوس کننده خواند و گفت این توافق می تواند تلاش‌های صلح را مشکل تر کند. از سوی دیگر محمود عباس میگوید وحدت صاف و حماس با مذاکرات صلح ناسازگار نیست. پس از 7 سال اختلاف و درگیری داخلی، روز چهارشنبه 23 آوریل سازمان آزادی بخش فلسطین، فتح و جنبش حماس اعلام کردند که دولت وحدت ملی تشکیل خواهند داد. این توافق به دنبال مذاکرات 2 روزه این 2 گروه فلسطینی در غزه ایجاد شد. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت حماس در کنفرانس مطبوعاتی در غزه در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت اختلافات چند ساله و جدایی میان گروه‌های فلسطینی دیگر به پایان رسیده است. اختلافات میان این 2 گروه فلسطینی از هنگام پیروزی حماس در انتخابات مجلس فلسطین سال 2006 آغاز و در روز 5 می 2007 به شکل یک جنگ مسلحانه درآمد. از آن پس فلسطین در عمل به 2 دولت مجزا در نوار غزه تحت کنترل حماس و کرانه باختری رود اردن تحت کنترل فتح تجزیه شد. این 2 سازمان در بیانیه مشترکی اعلام کردند که توافقنامه‌ای در این خصوص در غزه امضا کردند و قرار است دولت ملی به ریاست محمود عباس ظرف 5 هفته تشکیل شود. بر اساس این توافقنامه 6 ماه بعد از تشکیل دولت وحدت ملی انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. مذاکرات قبلی این 2 گروه در دوحه قطر و در قاهره مصر به نتیجه نرسیده بود. در همین راستا محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است توافق سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس برای وحدت و پیشبرد مذاکرات صلح سازگاری دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از رام الله، عباس در بیانیه‌ای که توسط دفتر وی انتشار یافته است گفته بین مصالحه و مذاکرات هیچ ناسازگاری وجود ندارد، به ویژه این که ما به یک صلح عادلانه بر اساس راه حل تشکیل 2 کشور در راستای قوانین بین المللی پایبندیم. در همین حال به دنبال انتشار خبر توافق روز چهارشنبه فتح و حماس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از دلسردی آمریکا از این تصمیم خبر داد و گفت این اقدام می تواند مذاکرات صلح را به شدت پیچیده کند.
اسرائیل هم در اعتراض به توافق میان حماس و فتح اعلام کرده است در مذاکرات برنامه ریزی شده بعد از ظهر چهارشنبه میان اسرائیل و فلسطینی ها شرکت نخواهد کرد. توافق میان این دو گروه فلسطینی در حالی صورت گرفته که در واکنش به نادیده گرفته شدن ضرب العجل 11 فروردین ماه برای آزادی زندانیان سیاسی از سوی اسرائیل، مقام های فلسطینی اواسط فروردین ماه برای پیوستن به کنوانسیون های مختلف بین المللی اقدام کرده و به عضویت شماری از کنوانسیون های سازمان ملل و همچنین کنوانسیون ژنو درآمدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی باید میان صلح با اسرائیل و حماس یکی را انتخاب کند. اسرائیل همراه با ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه اسلامگرای حماس را یک سازمان تروریستی می‌داند. در حال حاضر فتح در کرانه باختری رود اردن و حماس در باریکه غزه قدرت را در دست دارند. ظرف 3 گذشته نمایندگان 2 سازمان فلسطینی چند بار برای تشکیل دولت مشترک به گفتگو نشستند اما بر سر جزئیات امر به توافق نرسیدند. عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع ریحانه جباری زندانی محکوم به اعدام به اتهام قتل گفت امیدوارم در هفته‌های آینده در پرونده موکلم اتفاقات خوبی بیفتد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا عبدالصمد خرمشاهی درباره آخرین وضعیت پرونده ریحانه جباری گفت بر اساس اخبار منتشره قرار بود حکم این پرونده مبنی بر قصاص تا آخر این هفته اجرا شود، اما خوشبختانه خبری از اجرای حکم قصاص در این هفته نیست. در هفته‌های گذشته کارزارهای متعددی برای لغو مجازات اعدام ریحانه جباری راه اندازی شد و تعدادی از هنرمندان از جمله رضا کیانیان، اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد، بهاره رهنما و رویا تیموریان نیز از جمله کسانی بودند که برای نجات او از چوبه دار تلاش کردند. سید حسین هاشمی استاندار تهران مدعی شد دولت 11 به دنبال کاهش هزینه اداری کشور است. استاندار تهران با بیان اینکه دولت جدید بدون هزینه زیاد توانسته ارتباطات خود را در سطح بین المللی گسترش دهد گفت 8 زمانی نیست که دولت 11 بتواند اقتصاد کشور را زیر و رو نماید، اما دولت با برخورداری از اعتماد مردمی مسیر را به سمتی هدایت کرده تا امیدواری در جامعه افزایش پیدا کند. علی عسکری رئیس کل امور مالیاتی اعلام کرد در سال جاری 52500 میلیارد تومان مالیات اخذ خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم عسکری گفت سال گذشته 45600 میلیارد تومان مالیات وصول شده صرف هزینه‌های جاری کشور شده است. این مقام مالیاتی همچنین گفت بزرگترین بدهکاران مالیاتی در کشور شرکت‌های دولتی هستند. دولت حسن روحانی برای تامین بخش قابل توجهی از درآمدهای از دست رفته خود در پی تحریم‌ها برنامه‌ریزی مدونی برای دریافت مالیات انجام داده است. قیمت ارز و سکه در بازار آزاد تهران روز 3 اردیبهشت افزایش یافت و طبق گزارش‌ها هر دلار حداقل 3325 تومان به فروش رفته است. به گزارش خبرگزاری فارس قیمت دلار در برخی صرافی‌ها 3300 و برخی صرافی‌های دیگر تا 3270 تومان تعیین شده بود که بر این اساس به گفته فارس قیمت دلار در یک روز به طور میانگین 25 تومان افزایش قیمت داشته است. نوسانات قیمت در بازار ارز در حالی که هفته گذشته ادامه داشت، برخی منتقدان و خبرگزاری‌ها انگشت اتهام را به سوی دولت و بانک مرکزی نشانه رفتند. رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که قسط‌های 4 و 5 توافق ژنو تا 2 دیگر به حساب جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. بر اساس توافق هسته‌ای 6 که روز 3 آذر پارسال میان ایران و 6 جهانی حاصل شد، ایران به 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی مسدود شده خود در بانک‌های خارجی در قالب 8 دسترسی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به سخنان روح الله حسینیان در مجلس گفت اقساط 4 و 5 توافق ژنو تا 2 دیگر دریافت می شود. وی افزود 3 میلیارد دلار از محل دریافت اقساط توافق ژنو به فروشندگان کالاهای اساسی اختصاص می یابد.
روح الله حسینیان از نمایندگان تندروی مجلس روز سه‌شنبه در انتقادی شدید از دولت گفته بود علی‌رغم اینکه دولت گفته اقساط توافق ژنو به حساب بانک مرکزی واریز می شود، هنوز اقساط سوم و چهارم و پنجم به دست ایران نرسیده است. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول چهار منبع مطلع گزارش داده که در سه ماه پیش رو مجموعاً 1,650,000,000 دلار توسط دولت هند به ایران پرداخت خواهد شد. رویترز نوشت که بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران تا کنون 25% از ذخایر اورانیوم 20% خود را تبدیل کرده است. بر اساس توافق ژنو، ایران مقداری از این ذخایر را به سوخت تبدیل کرده و مقدار دیگری را رقیق‌تر خواهد کرد. بر اساس این گزارش، دولت هند از پالایشگاه‌های مشتری نفت ایران خواسته است که اولین قسط را تا نیمه ماه میلادی آینده به حساب ایران واریز کنند. یک منبع به رویترز گفته است که ایران از دولت هند خواسته که پرداخت را با ریال عمان به حساب بانک مرکزی ایران در بانک مسقط واریز کنند. هر ریال عمان برابر 2.60 دلار آمریکاست. رویترز نوشت که پالایشگاه‌های هندی مجموعاً 3,600,000,000 دلار از بابت واردات نفت ایران به کشور بدهکارند. این پالایشگاه‌ها به خاطر تحریم‌های غرب 45% از پول نفت ایران را با ارز محلی به شماره حسابی در هند واریز می‌کنند. و ایران میتواند از این مبلغ فقط برای خرید کالاهای مجاز این کشور استفاده کند. بقیه مبلغ تا اوایل پارسال توسط هالک بانک ترکیه به دست ایران میرسید، اما با محکمتر شدن حلقه تحریم ها این روند متوقف شد. رویترز گفت که پالایشگاه های هندی در سه ماهه اول سال واردات نفت از ایران را حدود 43% نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش دادند. تا کنون 4 قسط توسط ژاپن و 1 قسط توسط کره جنوبی مجموعاً به مبلغ 2,550,000,000 دلار به ایران تحویل داده شده است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، طبق توافق هسته‌ای، تاریخ واریز قسط‌های بعدی به ترتیب 24 اردیبهشت، 27 خرداد و 20 تیر 1393 هر یک به مبلغ 550 میلیون دلار خواهد بود. آخرین قسط هایی که به حساب ایران واریز شده در روزهای 21 و 26 فروردین ماه و توسط ژاپن صورت گرفته است. روح الله حسینیان عضو جبهه پایداری با اعلام اینکه فرصت این جبهه به دولت حسن روحانی پایان یافته اعلام کرد حملات و انتقادات جبهه پایداری به دولت شدیدتر خواهد شد. وی همچنین با اشاره به مراسمی که در روز زن توسط همسر روحانی برگزار شد گفت که فیلم جشن برگزار شده در کاخ سعدآباد را در اختیار دارد و در صورت لزوم آن را منتشر خواهد کرد. در روز زن در هفته گذشته همسر حسن روحانی عده‌ای از خانواده‌های وزرا را دعوت کرد و مراسمی به مناسبت تولد حضرت فاطمه گرفت که محافظه‌کاران به شدت از این مراسم میلیاردی انتقاد کردند. روح الله حسینیان نماینده تندروی مجلس بار دیگر از حسن روحانی و دولت او به شدت انتقاد کرد. حسینیان روز سه‌شنبه در مجلس و در نطق علنی به دولت 11 تاخت و همسر روحانی را مورد انتقاد قرار داد که جشن میلیاردی گرفته است. وی بار دیگر در گفتگو با خبرگزاری آنا گفت آنگونه که در بیانیه آمده تعدادی کودک در مراسمی که همسر روحانی گرفته بود رقصیدند. اگر راست میگویند عکس آنها را به نمایش بگذارند تا معلوم شود آنها که رقصیدند چند ساله بودند. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که مگر شما فیلم و یا عکس این مراسم را دارید گفت بله بنده فیلم این مراسم را دارم و ما به موقع فیلم این مراسم را منتشر خواهیم کرد. حسینیان افزوده که زن رئیس جمهور حق دخالت در این کارها را ندارد و مگر حکومت پادشاهی است که اولیا حضرت و ملکه داشته باشیم یا بانوی اول داشته باشیم. تهدید به انتشار این فیلم در حالی مطرح می شود که منتقدان این مراسم در گزارش هایی که از نحوه برگزاری آن منتشر کردند نوشتند که در این مراسم زنانه حاضران پس از ورود به محل مهمانی حجاب خود را برداشته بودند.
حسینیان همچنین گفته جبهه پایداری از اساس دولت حسن روحانی را قبول ندارد و از این به بعد انتقاد از دولت را شدیدتر خواهیم کرد. وی گفته در واقع تلاش ما بر این بود که تا فروردین به دولت فرصت بدهیم. به همین دلیل تا اسفند ما انتقادی از دولت نداشتیم، اما روش‌های دولت را مناسب ندیده‌ایم. حسینیان افسوده وظیفه روحانیت همین است که مقابل بدعت‌ها بایستد و اجازه ندهد این نظامی که هزاران هزار فرد پاک برای آن شهید شدند دوباره اولیا حضرت‌ها را به کشور بازگرداند. تهدید مجدد روح الله حسینیان به انتشار فیلم مراسم حسن روحانی در واکنش به موضع‌گیری دولت است. روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری ایران در بیانیه‌ای درباره نحوه برگزاری گفت در کمال تعجب و تأسف این جشن هم از آسیب نگاه‌های ابزاری و سیاسی در امان نماند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده بود برای پاسداشت فرهنگ غنی اسلامی ایرانی امسال هم به رسم سال‌های گذشته جشنی به میزبانی همسر رئیس جمهوری با حضور همسران سفرای خارجی، مدیران نظام اسلامی و جمع کثیری از بانوان فرهیخته ایران اسلامی برگزار شد که در آن با رعایت موازین شرعی تعدادی از دختران خردسال به شادمانی پرداختند و نمونه‌هایی از پوشش و حجاب زنان اقوام ایرانی را نمایش دادند. اما موجی از شایعات، افترا، اکاذیب و پیامک‌هایی به صورتی هماهنگ در فضای رسانه‌ای کشور درباره نحوه برگزاری آن انتشار یافته است. در همین راستا برخی از نمایندگان زن مجلس هم از حسینیان خواستند که فیلم این مراسم را در اختیار آنها قرار دهد تا به گفته آنان مورد بررسی قرار گیرد. جبهه پایداری که روح الله حسینیان نیز در آن عضویت دارد، سرسخت ترین جریان محافظه‌کار مخالف دولت حسن روحانی است. اعضای این جریان سیاسی ماهاست انتقادهای تندی علیه سیاست‌های دولت 11 در حوزه‌های مختلف مطرح می‌کنند. سوالات فراوان از وزرای روحانی، انتقاد گسترده از توافقنامه ژنو و اظهار نظرهای مختلف در مخالفت با دولت از جمله اقدامات این تشکل نزدیک به مصباح یزدی است. پارلمان لبنان در رأی‌گیری روز چهارشنبه نتوانست رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز در جریان رأی‌گیری برای رئیس جمهور جدید لبنان هیچ یک از نامزدها نتوانستند دست کم 2/3 آرا را که حد نصاب لازم برای انتخاب رئیس جمهوری است کسب کنند. اکثریت کرسی‌های پارلمان لبنان در دست دو جناح رقیب حزب الله و 14 مارس به رهبری سعد حریری است. بنابر گزارش‌ها سمیر جعجن نامزد مورد حمایت فراکسیون 14 مارس و از مخالفان سرسخت حزب الله 48 رأی به دست آورد. قرار است چهارشنبه آینده بار دیگر رأی گیری شود. رئیس جمهوری جدید لبنان جانشین میشل سلیمان می‌شود که دوره‌اش خرداد امسال به پایان می‌رسد. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودین در این بخش خبری. شب و روز خوشی رو براتون آرزو می‌کنم و بیننده برنامه صفحه 1 ما باشین.